خانم آقایان، جناب آقای دکتر احمد احمدی پور مهمان خندوانه. زنده باشید. سر و صدا رو جناب خان عزیزمون هم اینجا. سلام، ارادت، شاکرم. شرمنده نفرمون، خیلی ممنون. شرمنده نفرمایید حاج آقا، به خصوص شما شرم. خیلی ممنون رامبو جان. چاکرم. من جناب خان خیلی ببخشید، اون دوستت بودم که کنار دست شما جلو نشستن هم معرفی کنم که دیرتر باشون گپ بزنیم. جناب شاکر. آقای ابراهیم عطایی بایستیم. جوری ابی بفرمید، حالا توضیح میدیم جریان چی. چاکرم جناب خان، زنده باشی. خوب قربان دکتر، خیلی خوش آمدید، سلامت باشید. سلام دارم خدمت، زنده باشی. مشتاق دیدار بودیم کوکا. سلامت باشی جناب خان. بچه جنوب هم هستی دیگه نه؟ بله دمت گرم. اصلا چهرت معلومه کوکا، چهرت جنوبی بودن میاد دیگه. من بوشهر به دنیا اومدم. اوه چه عالی. بعد از یک سال البته منتقل شدیم شیراز. این هم قشنگ، تا دیگه پایان تحصیلم شیراز بودم. یه بعد از دوره تخصصم تهران اومدم. سلامت. چقدرم خوب. مرسی از توضیح. دوره طرح تخصصیم هم اتفاقا رفتم همون جایی که بهش تعلق داشتم، بوشهر. بسیار دو ساله ما هم طرح تخصصیم بوشهر بود عمران بود. برای چه رشته ای؟ لبولوژی. لبولوژی رو توی بوشهر دورش بزن. بعد دوران قبل از تخصصی رو کجا بودین؟ لیسانس. بله لیسانس برازجون بودیم. فوق کجا بودین؟ فوق پاریس. پاریس لبو دارن؟ بله غبو. غبو؟ بله غبو. خیلی خوب. شما با آقای دکتر گپی دارین؟ بله، من راستشه به خایران بود، از ته دل اگر اجازه بدی صحبتی بکنم. بفرمایید. من حقیقتا زیاد رو فرم نبودم. بله. زیادم رو فرم نیستم راستش. بله. من شنیدم شما امروز مهمان مثلا دکتر روان و اینا دارین. گفتم خب من هم رو فرم نیستم، بیام اینجا شاید یه کمکی بکنه رامبوت. جون. سر ای جریان آبادان، سر متروپول و تمام به چای ما هن دیگه، به چای بله. جنوب هن. بله. دل جنوبیا و دل یه ایران خونه. بله. طبیعتاً ما صاحب عزاییم ران بود. بله. و نمیدونم حالا اصلا ایشالله که سری تکلیف ای جریان معلوم شه، مقصرینش هم مشخص بشن، بالاخره به خانواده های داغ دیدم کمک بشه. آیا یه مسئولی، یه پیمانکاری، یه کسی کمکاری کرده؟ خب که حتما کرده، رو هوا خو نمیاد پایین. خواهش میکنم اینو جواب بدین، ما منتظر جوابیم. یک بار تکلیف یه چیزی معلوم بشه، درسته؟ درسته. ما هم رو فرم نیستم خلاصه. گفتم دکتر بیا اینجا یه قرصی ژلوفنی چیزی بده ما ردیف کنم. آی دکتر، چطور میتونین با جناب خان صحبت کنین که حالش از اینی که الان هست یکم بهتر بشه؟ اولش که واقعا حرفاشون درسته، من خودم هم خیلی متاثر شدم سر این موضوع، به خصوص که تجربه زیستن در جنوب کشور رو داشتم ماشاءالله، و به خانواده هایی که تو این جریان عزیزی رو از دست دادن تسلیت میگم. امیدوارم کسانی که تو این مسئله چه آسیب جسمی دیدن، چه از روی اضطراب و وحشتی که از ریختن آوار ممکنه بعداً دچار مشکلات اضطرابی بشند، آرزو میکنم که اگر قرار این اتفاق بیفته زودتر خوب بشن و شفای کامل بگیرن. خب جناب خان عزیز، جان دل، الان فکر کن دکتر اینجا مطب شما، مو بیمار شما هستم با حال خراب در خدمت شما کوکا. اول راحت هستی جلوی جمع با من صحبت کنی؟ متشکرم، ما حرف خصوصی ندارم کوکا، شما دستور بده من خدمت شما هست. اینطور که از حس حالت فهمیدم غمگینی. آ کوکا خیلی. دیگه چه حسایی تجربه میکنی؟ دکتر درست نمیخوابم واقعا، هر ساعتی بخوابم ساعت 4 تا 6 بیدار میشم، تمام افکار جهان به هم حمله میکنه. آها. بی خودی یک گوشه نشستم یهو گریم میگیره واقعا.
و احساس میکنم دیگه نمیتونم مثل قبل باشگاه مدیریت کنم یا لبو بفروشم. ایناست فهم. درسته. به جز خواب چیز دیگه هم تغییر کرد؟ اشتهات هم تغییر کرده؟ اشتها کلن ندار. ندار. بی حوصله هم شدی؟ خیلی. همین الان میخوام این حاج آقای ببافم اینجا. اولش هم متوجه شدم جدا از اینکه غمگینی عصبانی هم هستی. حسابی عصبانی هم هستم واقعا. حسابی. انرژیت هم انگار کم شده. خیلی. راستش. بله. توی حرف زدنت هم تغییر ایجاد شده؟ چی؟ کم حرفتر شدی؟ نشدی؟ به نظر خودم که خیلی ور زدم. کم حرفتر قاعدتا نشد. درسته. این اتفاقی که برای تو افتاده به دنبال این حادثه یک حالت غمگینیه که به دنبال اون ماجرا پیش اومده و بهش میگن یک اختلال انطباقی به دنبال یه واقعه. هنوز زوده که من بخوام بگم افسرده هستی. چون باید زمان بگذره. قرص داره دکتر؟ قرص داره؟ قرص هم داره. دارو داره؟ دارو هم داره. ما اصلا نمیفهمم رامبورد این دکترهایی که قرص میدن با اونایی که نمیدن فرقش ما نمیدونم چجوریه. من واقعا نمیفهمم. میگن یه سری دکترهای روان و اینا قرص میدن اجازه دارن، یه سری هاشون حرف میزنن فقط باهات. شما کدومی؟ من اولی. قرص میدم. خب بده حرف هم میزنم. ژلوفن داری؟ چیزایی بهتر هم دارم. وجدانن؟ بله. بله چی داری؟ نه جدی چی داری؟ کنجکاو شد. تو کار قاچاق دارویی رو تو؟ نه. پس چی گفتی؟ گفتی خیلی قرص دارم. قرصایی که روحیت رو بهتر کنه، نه اینکه درد روانت رو کم کنه. مثلا الان ما چی باید بخورم؟ الان باید آرام بخش بخوری فقط و راجبش حرف بزنی. و اگر بخواد زیاد باشه و مسئله اینقدر جدی بشه که همین شمایی که الان اینقدر نسبت به هم وطنان خودت و همشهری های خودت احساس غم داری، نتونی خود واقعیت باشی، نتونی اون جناب خانی که باید باشی واسه شون باشی، اونجا باید شاید لازم باشه دوره داروی ضد افسردگی بهت بدی. دست در نکن رامبوت جون. ما یه روش درمانی داریم تو جنوب، یه سازی داریم که همزمان با خوشحال ترین حالتمون می نوازیمش، تو اوج غصه می نوازیمش. همزمان خوشحال ترین و غمگین ترین نوای جهان رو داره. به به. شما میتونین یکی دو دقیقه وقتتون رو به ما بدین، همه به افتخار دکترم که ابوشهر اومده امروز منطبق بر حال خودم یه قطعه نیمبون سی تو بزن عمران بود. عالیه. شما با چشم بسته گوش کنین بهش، اب نداره. عالیه. دو دقیقه منو تحمل میکنین؟ عزیزم چه حرفیه. سلامت باشی. دمت گرم. با عشق رام بود. بله. با عشق. ما هم با عشق گوش میدیم و تقدیم به همه اونایی که دل سوختن این نوای نیمبون تقدیم به اونا. دمت گرم. به افتخارش قربون شما برم. سلامت.
باریکالله. شب قشنگی. خیلی عالی. حتی اگر نمیخواستم باهاش مصاحبه کنم، با همین آهنگ تمام اون اطلاعاتی که میخواستم به دست میآوردم. سلام قشنگ. سلام. ایران آهنگ رام بود از یکی از رفقای آبادانیم امیر تنگسیری یاد گرفتم رام. آها امیرینا اومدن اینجا دیدیشون. بله دقیقاً از نوازندگان قدر آبادان، از گنده‌های آبادان، پسر خیلی زیبا بود. دمت گرم. شاکرم. سلامت. به امیر سلام برسون. سلامت باش. رام بود جون. دکتر بچه بوشهره و ما هم شدیداً دلم گرفته. خب با یه نیمه برنامه تمومش بکنیم. آها خیلی هم قشنگه. سلامت باش جناب خان. اصلا این برای جالب نیست بعد این هم مدت این چهره ها رو بدون ماسک میبینی؟ مگه ماسک ها رو برداشتن الان بچه عزیزم ما با ماسک ها رو میبینم رام. بابا این همه آدم بدون ماسک نشسته اینجا. جدا میگی؟ هم ایشون. بله حاج آقا ماسک نداره؟ نه نداره. یعنی ایشون نداره. ابراهیم نداره. ریش خودت حاج آقا؟ ها؟ ریش خودت؟ ما فکرم ما اجازه دارم بکشم امتحان کنم. ریش خودت؟ یه دقیقه بذار یه موشو بکنم. نه آقا نکن. نه میگم یه دونش زیاد داره. بخون بریم. باش بخون خدافزی کنی. قطعه نیمه رام بود از ته دل با عشق تقدیم به تمام جنوبیان و دل سوخته تمام جنوبیان ایران. دمت گرم. المال بیالا سر صوت خوشوی هله لالا یا جانون هله به جسم مرده گنوی هله هله بازا برد جان هله بازا برد جان جنون فایز کند وی هله هله بی صبر و آروم که چون مجنون نهد وی هله هله سر در بیابا هله